در رابطه با دو کلمه ادوایز و ادوایس چند نکته ظریف وجود داره که همه زبان آموزان باید بدونند. اگه قصد دارید در آینده در امتحاناتی مثل تافل، آیلتس، تولیمو و امثال اینها شرکت بکنید توصیه میکنم این ویدئوی کوتاه رو تا آخر حتما ببینید من مالک میرزایی هستم و ازتون خواهش میکنم تا پایان این ویدئوی کوتاه با من همراه باشید بدون اطلاف وقت میریم سر موضوع اصلی قبل از هر چیز معنی کلمات ادوایس یک اسمه یک اسم شمارش ناپذیر به معنای پند نصیحت اندرز در نقطه مقابل ادوایس فعله به معنای نصیحت کردن توصیه کردن اندرز دادن از اینجور چیزا اکثر شما معنی این دوتا کلمه رو میدونید یعنی تا اینجا چیز خاصی نگفتیم اما نکته ای که هست اینه که هر کدوم از این کلمات چند تا نکته ظریف همراه خودشون دارن که موقع استفاده باید بدونیم اول کلمه ادوایس گفتیم ادوایس یک اسم شمارش ناپذیره. چون شمارش ناپذیره پس قبلش نمیتونیم ان بیاریم یا نمیتونیم جمع ببندیمش پس توجه کنید با توجه به این توضیح ان advice غلطه یا نمیتونیم بگیم ادوایسز نصیحت ها پس باید چی بگیم به جای این باید بگیم a پیس اف ادوایس ا پیس اف ادوایس یه نصیحت یک اندرز پس نکته دوم این میشه اسم شمارش ناپذیر advice با a پیس اف تکمیل میشه a پیس of ادوایس a piece of advice. به عنوان مثال از دوستتون میپرسید What's the best piece of advice you've ever been given? ببینید What's the best piece of advice you've ever been given? بهترین نصیحتی که تا به حال به شما شده چیه؟ خب زمان جمله ماضی نقلی مجهوله اون what's مخفف what is you هم مخفف you have اما اینا مد نظر ما نیستن موضوع اصلی همون a piece of advice همونطوری که در جمله میبینید به جای آوردن ان از پیس آف استفاده کردیم نمیگیم ان ادوایس میگیم پیس آف ادوایس یه مثال دیگه Can I give you one last a piece of advice? Can I give you one last a piece of advice? یعنی میتونم برای آخرین بار یه نصیحت به شما بکنم؟ One last یعنی آخرین بار یا برای آخرین بار. مثلا میگیم one last thing یعنی آخرین چیز یا میگیم one last time یعنی برای آخرین بار خب بازم حاشیه رفتم چون هدف اصلی نبود هدف اصلی اون عبارت آخر فعل a پیس of ادوایس ببینید a پیس اف ادوایس یه نصیحت نمیگیم ا ادوایس یا ان ادوایس ا که کلا غلطه چون حرف اول ادوایس حرف صدا داره ا نمیتونیم بیاریم ان ادوایس هم غلطه چون ادوایس یک اسم شمارش ناپذیره کلمه ادوایس رو بعد از صفت ها هم میتونیم بیاریم چون اسم هیچ مشکلی نداره که قبلش صفت بیاد مثلا میگیم take my advice take my advice نصیحت منو گوش کن اینجا ادوایس بعد از صفت ملکی مای اومده پس کاملا درسته یا این جمله سیمین پرامیس تو فالو هیز ادوایس سیمین پرامیس تو فالو سیمین قول داد که از توصیه او پیروی کنه یا سیمین قول داد که از نصیحت او پیروی کنه اینجا هم ادوایس بعد از صفت ملکی هیز اومده پس کاملا استفاده از این مجاز و درسته این از ادوایس بریم سراغ کلمه دوم که ادوایز باشه ادوایز فعله فعل یعنی نصیحت کردن توصیه کردن پند و اندرز دادن مثلا میگیم آی her to تو سی دکتر من اونو نصیحت کردم که یک پزشک رو ببینه یا مای فادر me می to تو بای بابام به من توصیه کرد که اونو نخرم. در هر دو این جمله ها معنی ادوایس کاملا مشخصه. توصیه کردن، نصیحت کردن. موضوعی که در اینجا وجود داره اینه که حرف اضافی که بعد از ادوایس میاد تو هست. ببینید ادوایس تو. ادوایس تو. نصیحت کردن به، توصیه کردن به. یا میگیم ادوایس سامبادی تو سامثینگ. ادوایس تو کسی رو به چیزی نصیحت کردن، کسی رو به چیزی توصیه کردن. توی هر دو تا جمله مقابل این موضوع رو میتونید ببینید در هر دو جمله بعد از ادوایز تو اومده در جمله اول از تو در جمله دوم از نات تو استفاده کردیم نکته دیگه که باید بلد باشید اینه فعل ادوایز همیشه با مفعول به کار میره مثلا این جمله رو در نظر بگیرید He advised to leave as quickly as possible. او توصیه کرد هر سریعتر اونجا رو ترک کنید. این جمله معنی داره اما از نظر ساختار رسمی زبان انگلیسی دچار مشکله. چرا که فعل ادوایز مفعول نگرفته خب پس اگه این غلطه ساختار درست چیه اگه نمیخوایم بگیم کی نصیحت شده باید چطوری بگیم جواب اینه باید از ادوایس استفاده کنیم درست این جمله این میشه His was to leave as quickly as possible. نصیحت او این بود که هرچی سریتر سریعتر اونجا رو ترک کنید پس توجه داشته باشید وقتی نمیخوایم همراه ادوایز از مفعول استفاده کنیم از ادوایس به صورت مقابل استفاده میکنیم his advice was to نصیحت او این بود یه مثال دیگه میزنم عنوان مثال آخر این جمله Diego's advice was to wait until the morning توصیه دیاگو این بود که تا هنگام صبح صبر کنی پس چی شد یه بار دیگه تکرار میکنم هرگاه از فعل advice استفاده کردیم باید همراهش مفعول بیاریم اگه نمیخواید مفعول بیارید از ادوایس استفاده کنید مثل دو جمله مقابل <applause> ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراهی کردید اگه ویدیو رو دوست داشتید خواهش میکنم اون رو لایک کنید اگه دوست دارید از های بعدی ما مطلع بشید کانال رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله توپر رو بزنید اگه دوست دارید بیشتر به ما لطف کنید برای ما یه دونه کامنت بذارید ترجیحاً کامنت یا انگلیسی باشه یا فینگلیش برای همتون های پر از پول و های خندان آرزو میکنم.